میخوان صحبت بکنم. سالها در کعبه و بتخانه مینالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. سالها در کعبه و بتخانه مینالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. خیلی شعر با معنیه نیست؟ بذارید قبل از که من به شما بگم، این قرعه رو به من یادداشتی دادن. بینندگان عزیزی که به تلویزیون دسترسی ندارن ولی کامپیوتر دارن، به آدرس www.iranradiotv.com ایران رادیو iranradiotv.com می توانند مراجعه کنند. جناب اگر آقای داریا بخوان میتونن این ایران رادیو تیوی رو هم بذارن روی صفحه که بینندگان اگه بخوان بتونن تماس بگیرند و از طریق کامپیوتر ما رو تعقیب بکنن و ببینن. آقای هدایتی، بله، روی یکی از اینها نام شماست و روی یکی از اینها نام آقای آبرامیان. هر کدوم شما باز کنید، او شروع کننده بحث خواهد بود و 10 دقیقه اول بحث رو به خودش اختصاص میده که نظرش رو مطرح کنه. خودتون بخونید. آقای آبرامیان، قرعه به نام شما افتاده است که بحث رو، یعنی 10 دقیقه آغازین رو شما شروع بفرمید. با سپاس از شما کتبان فروزنده و از همگوی ارجمند هم که این قرعه رو هم کشیدن و خب قرعه به نام من افتاد. من سخنم رو از اینجا آغاز میکنم که بسیاری از روشنفکران مسلمان هنگامی که سخن از فروپویی ارزش زن در اسلام به میان میآید، گناه این فروپویی و پسگرایی رو به گردن کیشبانان و ملایان و آخوندها میاندازند. برای نمونه نوال السعدادی، یکی از فرزانگان روشنفکر مصری که خواهان برابری ارزش و حقوق زن و مرد در کشورهای مسلمان است، می‌گوید در حال حاضر حقوق زن آن گونه که باید در باره زندگی جنسیش رعایت نمی شود، در حالی که در صدر اسلام و در زمان پیامبر حقوق و آزادی های زن در باره امور جنسیش به رسمیت شناخته شده بود. اما این روشن فکر مسلمان مصری روشن نمی کند که حقوق و آزادی های زن در باره امور جنسیش که در زمان پیامبر به رسمیت شناخته شده بودند کدام حقوق بودند، که ما هیچ نشانی از آنان نه در قرآن، نه در تواریخ اسلام، نه در سیر و نبویه ها و یا احادیث و اخبار و احکام نمی‌یابیم. و از سخنان ایشان به درستی دریافت نمی‌شود که در آیینی که مرد می‌تواند تا 4 زن رسمی و عقدی و بیشمار کنیز و برده و مدعه داشته باشد، آیا هنوز هم جایی برای سخن گفتن از برابری حقوق و آزادی های جنسی زن به جا می ماند؟ و از آنجا که این فرزانه مسلمان به حقوق و آزادی های زن درباره امور جنسیش به صدر اسلام و در زمان پیامبر اشاره می کند که این چنین حقوق در آن زمان بر رسمیت شناخته شده بودند، جا دارد که یادآوری کنم که حضرت محمد پیامبر اسلام خود دارای 9 زن رسمی و عقدی بودند و چندین زن غیر رسمی هم داشتند که همه مورخین اسلام نام همه همسران پیامبر را از عقدی و صیغه و کنیز و برده و جز اینها در نامه های خود آوردند که شماره آنها از 20 هم فزود است. من در اینجا برای نشان دادن نابرابری حقوق و آزادی های جنسی زن و مرد در صدر اسلام و در زمان پیامبر به آیه های 49 تا 51 سوره احزاب اشاره می کنم که می فرماید ای پیامبر، ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حلال کردیم و کنیزانی را که به غنیمت خدا نصیب تو کرد و ملک تو شد و نیز دختران عمو، دختران عمه و دختران دایی و دختران خاله را، آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند و نیز زن مؤمنی را که خود را به رسول بی شرط و مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد، که این حکم مخصوص توست دون مؤمنان، که ما حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی مؤمنان را به علم خود بیان کردیم. این زنان همه را که بر تو حلال کردیم بدین سبب بود که
وجود تو در امر نکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد و خدا را بر بندگان رحمت و مغفرت بسیار است. تو ای رسول، زنانت را خواهی نوبتش مؤخر داری و هر که را خواهی به خود بپذیر و هم آن را که از خود راندی اگر خواندی باز بر تو باکی نیست. این مختار مطلق بودنت بر زنان بحر شادمانی دل و روشنی دیده آنهاست و هرگز هیچ کس نباید محزون باشد، بلکه با آنچه ایشان را عطا کردی همیشه خوشنود باشد. چنانچه میبینیم این آیات به روشنی نشان میدهند که وارون آنچه فرزانه نوال السعداوی میگوید، برابری حقوق جنسی زن و مرد در هیچ دوری از اسلام وجود خارجی نداشته است. آنچه که به روشنی پیداست این که در اسلام از آغاز تا کنون زنان پسرو، چاکر و فرمانبردار مرد بودند. هر زمانی که مرد بخواهد میتواند به زن بپیوندد و هر زمان که سیر شد میتواند مانند یک کالای به درد نخور دورش بیندازد. غزالی که یکی از بزرگترین اندیشمندان جهان اسلام است و پایگاه والایی در جهان اسلام دارد، میگوید اگر یک زن برای شما بسنده نیست، میتوانید زنهای دیگر گزینش کنید تا شماره آنها به 4 برسد و هرگاه در این حالت نیز خرسند نباشید، می توانید آنها را رها کنید و 4 زن دیگر بگیرید. من پروانه می خواهم که به گفتگویی که خودم نزدیک به 30 سال پیش با یک آخوند داشتم برایتون بازگو کنم. 30 سال پیش در قطاری از خرمشهر به تهران می رفتم. همسفر من در کوپه قطار یک ملای محترم و بسیار خوش‌سخنی بود که شوربختانه امروز نامش رو فراموش کردم. به هر رو گفتگوی ما در اون قطار گل انداخت و تا تهران رنج سفر رو بر هر دوی ما کوتاه کرد. در جایی از این گفتگو به همین جستار، یعنی نابرابری حقوق زن و مرد در اسلام رسیدیم. ایشان در پاسخ ایراد من به چند زنی در اسلام گفتند: ولی شما فراموش کردید که شرط داشتن 4 زن عقدی رعایت انصاف و عدالت میان آنهاست. گفتم: حاج آقا حق با شماست، من این شرط رو فراموش کرده بودم. اگرچه آیه 129 از سوره نساء که میگوید شما هرگز نخواهید توانست میان زنانتان به عدالت و انصاف رفتار کنید، هر اندازه نیست که به این کار رغبت داشته باشید. با این همه باز هم داشتن 4 زن را پروانه میدهد. اما حضرت عالی این نکته را فراموش کردید که سخن بر سر برابری حقوق جنسی زن و مرد است، نه بر سر رعایت انصاف و عدالت میان چند زن از سوی